رفته میگه میریام که اولاغ میره این بئر چاه میریام قطع میشه. چاه میریام چی بوده؟ یه سنگی بوده، یه سنگ گردی بوده که این میچرخیده، در واقع یه چشمه بوده. بئر یعنی چاهی که آب میجوشه ازش، همون چشمه است، مثل معیانه. این یه سنگی بوده همراه با اسرائیل ها میومده و این میچرخیده مثل کوارا، سوراخ سوراخ بوده و این آب ازش خارج میشده به صورت خیلی زیاد. و وقتی که میریام اولام میره چی میشه؟ این آبش قطع میشه و بین یه سری صخره‌های دیگه، سنگ‌های دیگه پنهان میشه. اونجایی که هشم به موشه رابنو میگه برو صحبت کن با سئله و بگو آب بده، یعنی صحبت کن با همین سئله. خب که حالا میره و میزنه به یه، حالا بحثه که این دقیقا خطای موشه رابنو چی بود. 7-8 تا توضیح بین ریشانه هر کدوم یه جور خطای موشه رابنو رو توضیح میدن. معروف ترین خط چیزی که توضیح میدن توضیح راشیه که میگه گفت صحبت کن ولی موشه زد و این کار اشتباهی بود به خاطر اینکه هشم مخصوصا گفته بود صحبت کن که بیان قلب خمر اسرائیل بر خودشون بسنجن، که حتی یه سنگ خارام وقتی که به امر هشم باش صحبت میکنی انجام میده، ولی حتما نباید کتک بخوره تا اینکه ضربه بخوره تا اینکه انجام بده. راشی توضیح میده که خطای موشه رابنو این بوده. خب ولی توضیحات دیگه هم هست، انواع و اقسام توضیح هست. رمبن، اورخیم، رمبام، یه توضیح رمبام جالبه. رمبام اصلا میگه خطای موشه رابنو یه چیز دیگه بوده. چی بوده؟ میگه خطای موشه رابنو این بوده که با اسرائیل بد حرف میزنه. تو پارشای این هفته بخونید به اسرائیل میگه شیمونا هموریم بشنویده متمردین، شیمونا هموریم. میگه خطای موشه رابنو این بود که عصبانی شد بعد حرف زد با اسرائیل، یعنی اصلا کاری به حرف زدن با صخره و زدن و اینا طبق توضیح رمبام نداره. 8-9 تا توضیحه. شما یه مپروشین بیارید اینجا، اگه مپروشین داریم بدید رو بمید با 7-8 تا توضیحه که واقعا این خطای موشه چی بود. حالا در هر صورت ببینید این می اومده هر جایی که میرفتن این سنگ ظاهرا یه صخره بزرگی بوده، این همراه با اسرائیل ها می اومده. بعد وقتی که یه جا اردو می زدن این مثل یه پمپ قوی آب ازش خارج می شده، بمیدواره مرسی، آب ازش خارج می شده. و اینجا شما این کار دارم برای این گفتم، تو میدراش میگه که هر کدوم از نسیم اسرائیل هر شبتی یه ناسی داشته، یه رئیس داشته، میومدن با عصاشون یه شیار میکشیدن. وقت قاطی هم اردو نمیزدن دیگه، مثلا تو تورا میگه شبت روون مثلا جاش این قسمت بوده تو اردو زدن، شبت شیمون اینجا بوده، شبت لوی مثلا وسط بوده، دوره مشکان بوده، هر شبتی مشخص بوده جایی که اردو میزدن. میومدن رئیس شبت با عصاش یه خاریس یه شیار میکشیده تا محل اردو زدن شوته و این شیاره به امر خدا آبا یه گسلش پیدا میکرده و یه چیز جوی بزرگی میشده که آبا میابرده برای شباتیم. میبینید چه جوریه؟ این مثلا این همین بحث خاریسه. چی؟ تو زمین میرفته، بالاخره تو زمین هم میرفته دیگه. خب اینجا ببینید، میخواید مثلا بحثش رو ببینیم، این بحث خیلی جالبیه، بعدا خودتونم ببینید. میگه اورخیم خیلی قشنگ میاد همه اینا رو جمع‌بندی میکنه، توضیحات مختلفی که داده شده. ببینید راشی توضیح داده که سهو موشه رابنو تو این بود که هشم گفت صحبت کنید با سلا ولی زد موشه رابنو هیکا. ریبی ابراهام ابن ازرا جزو مفاشیم مهمه، توضیح میده که این سهو این بود که تو دو بار مجبور شد بزنه، چون توی دفعه اولی که زد خوب کوانا نداشت، خوب
نیت نداشت و به خاطر همین مجبور شد که دفعه دومی هم بزنه و مشکل اینجا بود. راشی میگه دوبار زد به خاطر اینکه هشم گفته بود صحبت کن و این زد. دفعه اول که زد فایده نداشت، دوباره زد. ولی مشکل هم طبق راشی مشکل این بوده که هشم گفته صحبت کن ولی مشربنو میزنه. خب چی؟ طبق ابن عزرا خود زدنه مشکل نبوده. خب بینه لوگی دشو هشه ما رو محلو بیشکاگان گم یخال همه فاره. بله طبق بله این پس ابن عزراست. البته ابن عزرا توضیحات دیگه ای هم میاره. سومین توضیحی که ابن عزرا میاره، دومین توضیحی که ابن عزرا میاره و میشه سومین توضیح ما اینه که سختگیری هشم به خاطر این بوده که دو بار زد، این باید دفعه اول دیگه میزد و قطع میکرد و طبق این توضیح ابن عزرا صحبت با سهلا منظور همون زدن بهشه. یعنی این که میگه هشم میگه صحبت کنن که حرف بزن، صحبت با سهلا، با سهلا که حرف نمیزنن، میزنن بهش. خب این ابن عزراست. دوباره یه توضیح دیگه ابن عزرا میاره که حکبادای هشم برای این بوده که شیرا نخوندن، یعنی باید وقتی که این معجزه میشد و آب اینجوری معجزه آسا خارج میشد، باید مشربنو شیرا میخوند، مثل شیرایی که تو همین پارشا نوشته شده علی بئر انولا سر معجزه ارنون که اتفاق افتاد، یا معجزه مثلا چیز شکافته شدن در یوسف، باید شیرا میخوندن برای معجزه. طبق این توضیح در واقع جریمه موشه سر این بود که بعد از اینکه این معجزه اتفاق افتاد شیرا نخوند. خب توضیح دیگه ابن عزرا میاره که این توضیح رمبام هم هست که جریمه مشربنو به خاطر این بود که گفت شیمونا هموریم به بنی اسرائیل، گفت ای متمردین، و برای آدم خاصی شایسته نیستش که بنی ابراهیم اسحاق و یعقوب بهشون بی احترامی میکنه. ببینید خب عجیبه، تو کل تورا و نویم و کتوبیم خیلی جا ما میبینیم نویم خیلی سخت با اسرائیل ها صحبت میکنن، بد و بیراهای سختی بهشون میگن، اونا رو از طرف هشم میگن، اون چیزایی که میگن از طرف هشم میگن. مثلا یشعیا خودش یا یرمیا بدترین حرفا رو به اسرائیل ها میزنن. خب ولی جایی که از طرف خودشون بیان بی احترامی کنن به اسرائیل ها، سر این مجازات میشن. مثل یشعیا، مثلا یشعیا به هشم گفتش که به توخ امت مصفتاییم آنوخی و شف، من در بین یک قومی که لبانش ناپاکه ساکنم، که هشم اونجا جریمش میکنه، میگه یه ملاخی میاد و اخگر میگیره و میذاره تو رو لباش. و منظور این که ببین حالا این خیلی مهمه، خیلی مهمه ربطه. بعضی وقتا من میبینم، من بهتون بگم، بعضی وقتا ببینم بعضی عادت کردن که همش در مورد عم اسرائیل بدگویی بکنن، وای بدن لاشانارم میگن، این کارو میکنن، اون کارو میکنن، چنینن چنانن، اذیت میکنه، فلان میکنن، اسرائیل ها خوب نیستن. خب ای بدگویی میکنن، هرچی گفته میشه بدگویی اسرائیل ها رو میکنن. خب تو کمیسا بعضی وقتا میبینم، یا تو این گروه های اجتماعی میبینم، خب مثلا یه سری افراد هستن، مثلا ادمینا یا آدم هایی که هستن، گروه های اجتماعی دارن تو تلگرام جای دیگه، هی همش بدگویی از اسرائیل. بابا اوکی، معمولا هم این آدم هایی که خودشون دل پوری دارن، حالا به خاطر زندگی شخصیشون یا مسائل شخصی خودشون یا موفق نبودن یا هر چیزی. خب هی مثلا آقا اسرائیل ها اینجوری هن، آقا اونجوری هن، آقا مثلا پول پرستن، نمیدونم برا هم به هم دست کمک نمیدن، با هم نمیدونم برا هم چوبلا چرخ میکنن، چنین میکنن، چنان میکنن. ببین اولا این که همه جور آدمی هست تو هر جامعه ای، ما نمیگیم قوم اسرائیل خیلی گل و بلبله، ما هم همه جور آدمی داریم، دو از دوره مشرع بنو هم بوده و تا حالا هم هست. ولی آسوره که تو بیای بدی اسرائیل را رای بگی،
هی بیای منفی بگی برای هشم دوست نداره اینا. هشم خیلی بدش میاد از این کار. بدترین کار اینه که آدم هی بیاد قیتروک بکنه، بدگویی بکنه از جامعه اسرائیل. بیاد بدگویی بکنه. بعضی عادت کردن هی همین بدگویی میکنن از جامعه اسرائیل. اینا خیلی عورای بزرگیه این کاری که میکنن. خیلی آوان بزرگیه. ما هممون میدونیم، خب هممون مشکلاتی داریم، عوراتی داریم، اشتباهاتی داریم. حالا بعضیا کمتر، بعضیا بیشتر. بعد تو هر جامعه‌ای هم آدمای خاصید و صدیق هستن، آدمای بنونی هستن، آدمایی هستن که مشکل دارن. همینجوره است. ولی اینکه توی بیای مشربنو، بزرگترین حسنش این بوده که همیشه خوشگویی می‌کرد از اسرائیل. اسرائیل عبودازارا پرستیدن، اگلزار پرستیدن، اومد وایساد جلو هشم، گفتش مخن اینا میسیفرخا سر، اومدن گریه کردن سر مرگلی وایساد. خب یعنی بدترین جا، یه جا بدگویی کردن. ببینید یه جا مشربنو اشتباه کرد، طبق رمام اشتباهش این بود، شیمونا هموریم گفت مجازات شد، از خودش گفت. خب منظور این که ببین هشم از ما انتظار داره که ما خوشگویی بکنیم از جامعه اسرائیل. اینایی که هی میشینن بدگویی میکنن از جامعه اسرائیل، اینا خیلی غلطه. توخاخام نیستش این، اصلا این اشتباهه، این اشتباه بزرگیه، آمونه. حالا خودت مثلا به خاطر مسائل، حالا رفتی با یه اسرائیلی بیزنس کردی، مثلا سرت کلا گذاشت، اوکی، میتونم میشینه همه اسرائیلا دزدن، همشون فلان هن. حالا مثلا تو خودت نمیدونم فلان مشکل داشتی، مثلا تو یه جامعه زندگی میکنی، منم میشناسم اون جامعه را، خیلی قشعرف و متمرد، مشکلاتی هست بعضی هاشون. خب یا نمیدونم مثلا چیزای شخصی آدم به اونجایی که میخواسته نرسیده، یا اون کابودی که میخواسته نداره، یا نمیدونم اون ثروت که میخواسته نداره، یا ازدواجش نمیدونم اونجوری که میخواسته نبوده، اوکی، همه اینا درست. ولی اینکه بشینی از جامعه اسرائیل بدگویی کنی، بگی اونجوری اونجوری، این خیلی کار بدیه، خیلی کار بدیه، بدترین کار ممکن. بعضا حتی اونایی که حالا موفق و ثروتمند هستن میگن آقا جودا فلان شد، بیسان شد، چنان کرد، نمیگه این کار، کسایی که این حرفا رو میزنن همیشه شما باید وکیل مدافع خوشگویی بکنید. برای میدونید من همیشه این مثال رو میزنم، میگم یه بابایی، یه پدری، خب یه پسری داره خیلی نااهله، خیلی شیطونه، خیلی اذیت کنه، خیلی خودش میدونه، خب خودش میدونه که مثلا این بچه چقدر اذیت میکنه و چقدر مسئله داره. ولی وقتی که یه آدمی میاد از این بچه بدگویی بکنه، به خصوص جلو دیگران، به رگ غیرتش برمیخوره، خیلی ناراحت میشه. تو چه حقی داری که از بچه من بد بگی؟ من خودم میدونم چه مسائلی داره. تو حق نداری جلو بقیه از بچه من بد بگی، بدگویی بکنی. برای چی باید یه بچه منو میگی؟ درسته؟ هشم هم اینجوریه نسبت به هم اسرائیل. بنی بخوری اسرائیل. کسی که بعد هشم خودش میدونه، اسرائیل هم تلیت شکولات تخلت نیستن. یه اصطلاحی هستش به عبری میگن تلیتی که کلش تخلته. یعنی دیگه چی میگن به فارسی؟ بیعیب نیستن. گل بیعیب نیستن. خب ولی حق ندارید جلوی بقیه، جلوی گویما، جلوی اسرائیل ها بشینی بدگویی جامعه اسرائیل رو بکنی. یشعیا عناوی هم بدگویی کرد، جریمه شد. موشه ربنو هم اینجا میگه بدگویی کرد، جریمش این بود دیگه، طبق رمبام. همه یه حرفایی که شما فرمودید صحیح، ولی خب موشه ربنو هم 40 خورده سال سر و کله زد با اینا، چقدر اذیت شد، چقدر بعضی جا تحقیرش کردن، میخواستن سنگسارش کنن و حرفش با این وجود. ببین موشه ربنو همه جا وایساد، همه جا وایساد، دفاع از جامعه اسرائیل کرد. این خیلی مهمه، دفاع کرد، همیشه وکیل مدافع جامعه اسرائیل بود. میگم که ببینین من خودم دارم تو این جامعه زندگی میکنم، ولی نه فقط ایرانم، همه جاها رو دیدم تقریبا. خب انواع و اقسام جوامع اسرائیل دیدم، نقاط ضعفشون هم میدونم، نقاط قوتشون هم میدونم. هیچ جایی هم نیستش که بیعیب باشن. خب بعد صابون این جامعه به تن من کم نخورده، خود شخص من. خب مسائلی که بوده، چیزایی که دیدیم، اذیت‌ها، آزارا، بعضی وقتا قشه عرفی‌ها، همه اینا رو هممون میدونیم. خب
ولی آسوره، آسوره که آدم بیاد از جامعه اسرائیل، حتی سخت‌ترین جامعه، حتی ضعیف‌ترین جامعه از نظر معنوی بدگویی بکنه. همیشه شما باید محکم بیستید و از جامعه اسرائیل دفاع بکنید. خب همیشه باید خوشگویی بکنید پیش هاشم و پیش مردم، همیشه باید خوشگویی بکنید، نه از تک تک آدم ها. یعنی یه جامعه داریم، یه یاخید داریم. یاخید یعنی فرد فرد. نه مثلا من وکیل مدافع فلان آدم نیستم که حالا نمیدونم فلان کار اشتباه کرده. خب ولی وقتی که شما اینا بستش میدی، اسرائیل ها اینجوری هم، اسرائیل ها اونجوری هم، جامعه ما اینجوریه، جامعه ما اونجوریه، خب کار اشتباهی میکنی، اینجوری میکنی، این اشتباهه. خیلی عبرای بزرگیه، خیلی عبرای بزرگیه که تو بیای بدگویی بکنی از جامعه اسرائیل، چه تو جامعه، چه تو جامعه خودمون، صد البته اگر پیش خارج از جامعه خودمون این کارو میکنی. اینا رو باید قطعش بکنن، این کار درست نیستش، این اشتباهه. خب بعد در ادامه ربوتای میگه که توضیح هفتم، رمبام یه توضیح دیگه میده تو شمون پراکیم، توضیح ششم میگه که هشم سختگیریش بر جامعه اسرائیل سر این بود که خشم گرفت بر جماعت اسرائیل از طرف خودش، یعنی عصبانی شد، عصبانی شد بر سر جامعه و به خاطر این فکر کردن که هشم هم عصبانیه سرشون، ولی واقعا اینجوری نبود. یعنی اینجا ببین طبق این توضیح، طبق این توضیح آرامبام، اشتباه مشه ربنو این بود که جایی که نباید عصبانی میشد عصبانی شد، خب سر جامعه اسرائیل. قبلا عصبانی شده بود ولی جاهایی بود که واقعا باید عصبانی میشد، هشم هم خشم داشت، ولی اینجا هشم گفت چرا تو عصبانی شد؟ اینجا اسرائیل ها، اینجا هیچ جا توی بحث ممریوا، این ضربه زدن به این صخره و اینا، اینا ما نمیبینیم، هیچ جا نمیبینیم که هشم عصبانی شده باشه، اینجا نبوده. خب به خاطر اینکه مشه ربنو شالیخ هشم، شلوخو شل آدم که موتو، یعنی فرستاده ی آدم مثل خودشه، شالیخ هشمه، مشربنو از خودش نباید کاری بکنه. ببین مثل چی میمونه؟ مثل سفیر یک دولت، سفیر یک کشور. خب مثلا شما یک، هر کشوری سفیر داره تو جای مختلف، تو کشورهای مختلف، اون سفیره صرفا باید حرف اون دولت یا اون حکومت انتقال بده، حق نداره از خودش بره چیزی بگه یا کاری بکنه. مشربنو این سفیره، این شالیخه، مشربنو کاری که از خودش نباید بکنه. اگه هشم عصبانی نیست تو نباید عصبانی بشی، چیکار داری؟ این چیز رمبامه، توضیح رمبامه. خب توضیح هفتم، توضیح ربنو خننله که رمبن هم باش موافقه. ربنو خننل میگه که سختگیری هشم سر این بود که نوت، مشربنو گفت نوتسی لخم ماین، خارج کنیم برای شما آب. گفت همین اصل لحظه نسیلخ ماییم، آیا برای شما خارج کنیم آب؟ نباید به خودش ارتباط میداد این موضوع را، نگفته یوتسیلخم یعنی خدا خارج کنه، گفته نسیلخم ما خارج کنیم. یعنی طبق توضیح ربنو خننل که و رمبن مشرب نخمان، مشربنو اشتباهش این بود که گفت نسیلخم ماییم ما خارج کنیم. آقا تو به خودت چرا رفت میدی؟ تو چیکاره‌ای؟ تو یه شالیخی، ما هممون فقط یه سربازیم برا خدا، سربازای هشمیم. حالا مشرف بنو جنرال هشمه، خب ولی نباید میگفت ما بکنیم، باید چی میگفت؟ یوسی لخم، خدا آیا از این صخره خارج کنه برای شما؟ و از این اسرائیل ها اشتباه کردن و فکر کردن که خود مشه ربنو و اهرون با خخماشون دارن این کار رو انجام میدن، نه به امر خدا. و بنابراین هشم سخت گرفت و گفتش که یعن لوه منتم بی لقدیشنی، به خاطر همین مجازات میشید که قیدوش هشم نکردید. یعنی اگر که میگفتید خدا داره نرس میکنه، قیدوش هشم میشد، ولی الان که گفتید ما خارج کنیم، اسرائیل ها اشتباه کردن تو این لفظه. البته مشه هم منظور بدی نداشته، ولی خب
حقادش بارخون مدقدق این صدیقه می که خود هست سهرا. خب خدا با صدیقه می خیلی سخت گیری می کنه، میگه نباید میگفتید نوتسی، این باعث اشتباه شد، نباید به خودتون ارتباط میدادید، فکر کردن اسرائیل ها که شما از جانب خودتون با عقل خودتون دارید این کارو میکنید. مورد هشتم، توضیح ربی میر هکوهنه. ربی میر هکوهن میگه که سختگیری هشم بر این گفتار مشه بود که گفتش که همین از سه لحظه، آیا از این صخره؟ و منظور مشه ربنو این بود که رکبانات مشه هایی تا لصد یه خلطان این لو به کواخنه دار بخواش و انشم شلو یه خلشم لوسی من این منسلا مدن گفتن از این صخره ما آب خارج کنیم. اسرائیل ها فکر کردن که منظور اینه که خدا نمیتونه از این صخره، یه صخره دیگه بگید طبقه این توضیح ربی میر هکوهن. خب ولی مشه ربنو منظورش خسر شالوم این نبود، مشه ربنو منظورش این بود که اگر قدرت هشم نباشه آیا میشه از این صخره آب خارج کرد، ولی لفظ خوب بیان نکرد. طبق این توضیح باید میگفتش که با قدرت هشم همه چی میشه. خب و این سهو مشه ربنو بود. و مورد نهم، ربی یوسف البو در کتابی دارن سفر ایغاریم، یوسف البو یکی از خخامین بزرگ سفارات بودن، اسپانیایی بودن، یه سری از خانواده ایشون میان توی ایران هم میان، مثلا یه خانواده الان دیگه نی البو، یه خانواده فکر میکنم کاشونی بودن، میرن کاشان. خب اینا سفارادی الاصل بودن. البو، ربی یوسف البو در کتاب ایکاریم می نویسه که حکبادای هشم سر این بوده که خودشون نرفتن این کارو بکنن، موشه و اهرون منتظر هشم نشستن که هشم دستور بده، در صورتی که باید بیتاخون به هشم میداشتن و خودشون میرفتن سریع این کارو انجام میدادن. هم یه توضیح خب. دستور میدن به جنرال. خب نه، این آفرین، این سوال خوبیه. ببینید نباید به خودشون ارتباط میدادن میگفتن ما داریم میکنیم، ولی خودشون باید میرفتن و طبق این توضیح ها، من حالا هر کدوم از این توضیح ها یه نقاط قوتی داره یه نقاط ضعفی داره و ممکنه همش درست باشه، ممکنه بعضیاش درست باشه بعضیاش درست نباشه، الو الو دیوره الو کیم خاین، ولی طبق این توضیح ببینید به قول معروف مثلا توی سلسله مراتبم یه سری چیزا هستش که مثلا شاه به جنرالش یه سری اختیارات داده، میگه دیگه انتظار نداره همه چی از من بپرس، مثلا توی معرکه توی یه جنگ تو باید خودت بعضی چیزا رو بدونی سریع بری انجام بدی. این توضیح ربی یوسف البو اینجوریه، یعنی هشم به مشه ربنو میگه که شما چرا درنگ کردید، مکس کردید، میرفتید خودتون سریع باید این کار رو انجام میدادید، بیتاخون به هشم داشتید و میرفتید سریع این کار رو انجام میدادید. توضیح ربی یوسف البو اینه، متوجه؟ توضیح بل معسه هشم ربی الیزر آبدین کراکو اینه که بحث بود بین موشه و اسرائیل ها که اسرائیل ها میخواستن که موشه براشون آب خارج کنه از جایی که اونا میخواستن، ولی موشه از اونجا مایل نبود و موشه عصبانی شد و اون عصا را انداخت و ضربه نزد مگر با عصبانیت و اتفاقی اون مته خورد به اون سله. یعنی طبق این توضیح اسرائیل هم میگفتن آقا الا و بلا از این صخره باید خارج کنی. خب میخواستن، شاید میخواستن آزمایش کنن هشما. موشه ربنو میگفتن چرا حتما از این طبق و این بود طبق توضیح بلمعصی هشم. اینه توضیحات دیگه یه هم هستش، خود اورخیم خودش یه توضیح پیشنهاد میده و غیره، ولی الان بحث ما نیست. پس ولی درس بزرگی داره. اولا این که شیوین پانیم لطورا 70 شکل میشه تورا را، 70 شکل یعنی نه فقط 70 تا، هزاران شکل شاید بشه تورا را توضیح داد و هر کدوم هم ممکنه درست باشه، الو و الو دیوره الوکیم خاییم، ولی اینا درسایی که برای ما داره. خب بریم ادامه بدیم رابطه بحث، وقتمونم براخواست.
خب ما تا سر صحیفه خوندیم، انشاءالله صحیفه را جلسه آینده ادامه میدیم. خسته نباشید.